سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدید به چینل افغانستان ویژن. ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه هستید. توجه شما را بعد دیدن این برنامه نیز جلب می نماید. لطفا چینل را سابسکرایب کنید و اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنید. از دیدن برنامه لذت ببرید. بالاحصار بلخ از داشته های تاریخی بلخ به حساب می رود که در شمال شرقی شهر باستانی بلخ موقعیت دارد. در سابق یک بالاحصار بسیار وسیع و متین و مجلل بوده که تا اکنون هم آثار برج و باره و قوائم مستحکم و بزرگان با آثار جدار فرسوده و از هم ریخته آن مشهور می باشد. نزدیک مدخل این بالاحصار منار بزرگی نیست که حصه فوقانی آن خراب شده است وجود دارد. در مورد ارزشمندی این حصار گفته می شود که به یک روایت اسکندر مقدونی در قرن سوم پیش از میلاد در بلخ این حصار را بنا نهاد و گروهی از مردم این قلعه را قلعه هندوان می نامیدند. بررسی های باستان شناسی این دیوارها راهنمایی برای بررسی مراحل پیاپی توسعه موزه این شهر است. طرح مدور شهر احتمالاً میراثی از دوره هخامنشی است، در حالی که در ساخت دیوار مدور کنونی که از دوره تیموری است از مصالح باروی عظیم یونانی استفاده شده است. این دیوار در سال 206 تا 208 قبل از میلاد در برابر تهاجم آنتیوخوس سوم سلوکی ایستادگی کرد. همچنین از دوره یونانی دیوار بزرگی باقی مانده که ویرانه‌های آن به طول 60 کیلومتر هنوز پا بر جاست. این دیوار به منظور جلوگیری از تاخت و تاز چادرنشینان در طول مرزی شمالی ساخته شده بود و از دیگر شهرهای مهم محافظت می‌کرده است. گسترش حومه جنوبی بلخ در طول جاده کاروان رو به هند به نخستین توسعه شهر محصور در میان دیوارها انجامید. تقریبا در زمانی میان دوره کوشانیان و فتوح مسلمانان شهر به سوی مشرق گسترش بیشتری یافت. این دیوارها با برج‌های چارگوش تا حمله مغول در سال 617 پا بر جا بود. در سال 765 امیر حسین بالاحصار را دوباره تصرف کرد. پس از آن تیمور و جانشینان او تمام شهر را که احتمالاً قسمت شرقیان پس از انهدام شبکه آبیاری باتلاقی شده بود و در نتیجه شهر کمی به سوی غرب حرکت کرده بود دوباره به استحکامات مجهز کردند. بالاحصار بلخ محلی بود که یک زمان از فراز برج‌های بلندان پرچم‌های ام البلاد در هوا اهتزاز داشت، ولی حالا این قلعه به یک تپه خاکی مبدل شده که هیچ فکر نمی‌کنید یک وقت بالاحصار بوده است. چندین سال قبل هیئت‌های باستانشناسی فرانسوی از قبیل موسیو فوشا و موسیو هاکن در داخل بالاحصار مذکور اقدام به حفریات کردند. آثار حفریات استوپه‌های متعدد در اینجا نمایان است. اینی را با خارجی‌ها کندن اینجا بدن. از اینجا بردن هر چیزی که بردن. اونجا خوب معلوم میشه اینجا نفسه بگون. اینطوره. اینجا بیت. طرف ما بیت. سایکو. فاصله را سایکو در بین چا برام رو بگیر. دیدی؟ این چا هست. این جای خوم هست. خوما کشیده بود اون اینجا بیم دیده مو زمان وقت کرزای این کندن از اینجا بردن هر چیزی که بود باز از اینجا گوساله که بود چشمایش الماس بود تا پیزرگری میده اونجا جای کندگیش و چط معلوم میشه اونجا است اون تا پس این تایرات میمونی خودی داریش اینجا نرسد نمو زمان وقت کارزایی را برس میکدن برش میکدن و بیخی پیش از وقتی تو هوا بدن دیگه این تو آله داشتن که نمیتون میزد زمین میگفت اینم اینجاست آله داشتن اینجا نرسد
اما امروز مردم در اطراف بالای حصار بلخ دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه اما به صورت غیر قانونی در اختیار آنها قرار داده شده است. خواجه محمد پارسا یکی از مشایخ طریقه نقشبندیه در قرن 8 هجری است. نام و نسبش را محمد ابن محمود الحافظی البخاری و کنیش را ابوالفتح نوشتند. نسبت حافظی به نام جدش حافظ دین کبیر محمد بخاری اشاره دارد که در شمار علمای سده 7 هجری است. نسبتش را به عبدالله ابن جعفر طیار می رسانند. خواجه محمد در سال 749 قمری در بخارا ولادت یافت. وی در میان خانواده‌ای تربیت یافت که همه از مشاهیر بخارا بودند. از ابتدای احوال و زندگانی این صوفی حنفی مذهب اطلاعی در دست نیست. مهمترین اتفاق در زندگانی او ورود به حلقه پیروان خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بود. محمد پارسا دو بار به زیارت خانه خدا رفت. بار اول در ملازمت بهاءالدین نقشبند و بار دوم در محرم سال 822 قمری. در سفر اخیر که از نصف، ترمز، بلخ و هرات گذشت، وقتی به ولایت جام رسید، پدر عبدالرحمن جامی به همراه عده‌ای به دیدار او رفتند. جامی در آن وقت 5 ساله بود و خواجه پارسا به دو التفات کرده است. عبدالرحمن در این باره می گوید امروز از آن 60 سال است. هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم من است و لذت دیدار مبارک ایشان در دل من. در این مسافرت محمد پارسا بعد از گذراندن مناسک حج به بیماری سختی مبتلا شد، چنان که در امارتی طواف وداع را به جای آورد و با همان حالت ضعف و بیماری عازم مدینه شد و یک روز بعد از ورود به مدینه پنجشنبه 24 ذی‌الحجه به درود حیات گفت. بعد از درگذشت پارسا مقام ارشاد نقشبندیان و پسرش ابو نصر رسید. جامی ابو نصر را نیز مانند پدرش جامعه شریعت و طریقت دانسته است. مسجد خواجه پارسا ولی است که تاریخ 760 ساله داره. یعنی که گنبدی بغلش است، که گنبدو بغلش است، که گنبد خواجه است. نو گنبد است. همین بی بی رابیه بلخی است که با توسط پدرش به شهادت رسید به امام. این اون مو امام. که این امام است که بی بی رابیه بلخی دیگه به شهادت رسانه پدرش. از مزدور خانه شما بوده بیرون. مصیبانی شهید شده. با دخه مولا ولی آمد که من اینجا هستم 1045 سال پیش این بی بی رابیه بلخی یعنی میده با شهادت رسیده 20 کارتا رو بیشه دادرش یعنی میده این بی بی رابیه بلخی هست که مکتبا جور شده بنا میده کابولی در عبدال یعنی این بی بی رابیه یعنی می چارده سینارش هست و گاز شمایل خورو هست قلعه چنگزخان مغول هست خونکار پاچا بازم اون آروز که بعد شویش آمده بود این نفرا را که نیاورد دلای گور میکرد باز که علاق میشد بازی را میزد نیلای خود منفره باز امی آروس یک شبا آروس گفت که تو نرو که باز خانه کی نام نره ناناور خانه کی میشه باز امی آروس که رفت از پاچا روی گرفت پاچا را گفت یک مرد تو هستی گفت دیگه کلی زن است باز امی نیمی روز پاچایی را که گرفت امی زن از امی پاچا خونکار پاچا و چنگز خان مغول باز امی قلا را پیشش گرفت چارده سینا را سینه میخو یکی میتونی کده که حساب کنی شد حسابش بود اینو میگرده چارده سینا را زمانی سابقی که خیلی کمپاز را میشد مخلوق میامد بگالی روز جمعه است مردم میاد دیگر نماز جمعه خانی و اینمی یعنی می چارده چینار سخی جان است با میدی او روزه و ایده یک روز جور شده گیست همین ماجد اینجا اونو گاز شمایلی خورو هست شیرین خان و مومین خان و جلال خان و اینا که میگفت فراز خان اونو جا گاز است دختر پاچا گاز میخورد اینجا تا میشده از اون دید این اینجا است اینی چارده اونو گاز شمایلی خورو هست دختر پاچا این دختر پاچا بوده شمایلی خورو میگفته خو وقتی دشار که تا می شده اینجا در گاز می آمده تا می شده که کس نبینه رویشه در مرون زمانش در او وقتا یما و جمشید و پاچایی بالا برای این سیلوی مزار مالوب می شده خیلی خیل است بازمی باسازی شد می آقا خان که بینیمی سرش
پود شیرنی میگفت، در پشتو شیرنی میگفت. خدامت 3500 سال است، ماشین 400 سال است، نمیدونم اصلا خیلی خدامت سابقه است. این کمانش نمیدونم چه خدامت است. ای بود محتویات ای برنامه که تقدیم شما شد. باز هم از شما ممنون هستیم که با ما همراه هستید. تا دیداری بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.